To give you an بیل نیلسون، مدیر ناسا اوایل ماه دسامبر در گزارش روند کار برنامه پژوهشی آرتمیس و بازگرداندن فضانوردان از سطح کره ماه به زمین تاکید کرد که مأموریتی پیچیده خواهد بود daring... این جسورانه ترین به لحاظ فناوری پرچالش ترین و از نظر تلاش و مشارکت بین المللی بی سابقه ترین اقدامی که بشر تا به حال انجام داده آرتمیس یک اواخر سال 2022 اولین قدم ناسا در بازگشت به کره ماه بود که بدون فضانورد انجام گرفت. در آن ماموریت آزمایشی کپسول اوریون در بازگشت هنگامی که وارد جو زمین شد، دانشمندان ناسا متوجه نقایسی در سپر حرارتی کپسول شدند که قرار است از فضانوردان داخل کپسول هنگام مواجهه با خطر در ورود مجدد به جو زمین محافظت کند. این مسئله قابل اعتماد بودن استفاده از کپسول اوریون را در برنامه های بعدی آرتمیس به زیر سوال برد. داخل جداره خارجی سپر اوریون حرارت جمع شده بود. پامل روی فضانورد سابق و معاون فعلی سازمان ملی هوافضای آمریکا میگوید ناسا در مطالعات بعدی این مشکل را برطرف کرد تا مطمئن شود میتواند از فضاپیمای اوریون در های بعدی استفاده کند. تیممون موفق شد منشای اصلی داخ شدن سپر اوریون رو پیدا کنه. معمولیت آرتمیس دو اولین پرواز با خدمه به ماه ابتدا قرار بود اواخر سال 2025 بدون فرود بر سطح ماه و فقط با قرار گرفتن در مدار ماه انجام بگیرد. اما به دلیل نقایسی که در فضاپیمای اوریون وجود داشت و تعمیراتی که باید انجام می گرفت به آوریل 2026 افتاد. و در معمولیت آرتمیس 3 هم قرار است فضانوردان اواسط سال 2027 به قطب جنوب ماه نزدیک شوند. مدیر ناسا در اعلام این تصمیم گیری گفت اولین فاکتوری که همیشه در تصمیم گیری های ناسا مد نظر قرار می گیرد ایمنی فضانوردان است. بیل نلسون تاکید کرده که اهمیت برنامه آرتمیس به لحاظ جغرافیای سیاسی این است که بتواند فضانوردان را به سلامت و آرامش خاطر به ماه منتقل کند. پیش از اینکه چین سال 2030 بخواهد مردم را به ماه ببرد. در معموریت آرتمیس دو برای نخستین بار در تاریخ فضانوردی جهان قرار است اولین فضانورد زن و اولین فضانورد رنگین پوست به مدار کره ماه سفر کنند. صدای آمریکا واشنگتن